این بیقراری حدیثی است تمام ناشدنی، پایانی برایش نیست تا رسیدن به آنچه که هست اینجا اکنون، آب و خاک و آب. آدمی باز می افشانند، دانه می کارند، رنج می کشند، عرق می ریزند. آفتاب را با همه وسعتش می طلبد و به کارش می گیرد که شاید قرار گیرد. رنج دوری را به باد سپارد و به سامان شود. اما نمی شود. به سامان نشدن راز خلق است. راز هر گلشن، گلشنهایی تمام نشدنی، اینجا و آنجا. از آن روز که این شهر چشم گشود، گویی در طالعش بهشت افتاد که هر کس رسید تصویری از آن را بر پیشانیش نقش کرد. از نقش جهان کمی که به غرب بیایی، نقشی از بهشت را می‌بینی که همه جا گسترانده شده. گلشن به گلشن، مادی به مادی، جوی به جوی، درخت به درخت. انگار زمین و آسمان دست به دست هم دادند و آدم‌ها نیت هزار ساله کردند بهشت را اینجا یک جا تکرار کنند. بهشت، بهشت در بهشت، بهشتی بیرون از بهشت،
هشتی بهشت، هشت در هشت، در هشتی بهشت، هشت بهشت. در گوشه و کنار این شهر، هر جا که پا می‌گذاری، خاطره‌ای 700 ساله، 500 ساله، 300 ساله تو را به درون خود می‌کشد و رازی را بر تو آشکار می‌کند. در عهد صفویه، در کنار خیابان معروف چهارباغ، کاخ‌ها و کلاه‌فرنگی‌های بیشماری ساخته شده بود که از آنها همین یکی به جا مانده است. از آن همه شکوه و عظمت یاد شده از هشت بهشت، هنوز چیزهایی مانده که آدمی را محو خود کند. باغ بلبل یکی از چند گلشنی بود که باغ بزرگ نقش جهان را می ساخت. از شاه عباس بزرگ به بعد، هر کدام از پادشاهان صفوی در این گلشن از خود یادگاری به جا گذاشتند و این عمارت یادگار شاه سلیمان، فرزند و جانشین شاه عباس دوم است. تاریخ ساخته شدنش را 1080 هجری قمری می دانند. در ابتدا هشتی بهشت، هشت در بهشت یا هشت بهشت می نامیدندش و از زیباترین عمارت‌های موجود در زمان خود بوده است. پرشکوه و پرجلال، نمونه درخشان از روزگار طلایی صفوی. هر جهانگردی که در آن زمان توانسته است به درون این گلچن راه پیدا کند، از شکوه و جلال و بی نظیر بودنش یاد کرده است. شاردن، سیاح فرانسوی، در سفرنامه‌اش چنین می‌گوید: این تالار را عمارت هشت بهشت می نامند، زیرا عمارت به معنای خانه تفریح و خوشی است و بهشت طبقه دهم آسمان را می گوید.
از این جهت می توان آن را تالار فردوس نامید. نام هشت بهشت به معنی هشتی یا ورودی بهشت است و به منظور نسبت دادن زیبایی های این بنا به ابعاد مافوق دنیوی انتخاب شده است. کوشک گلشن هشت بهشت همچون کوشک دیگر گلشن های ایرانی نه در وسط گلشن که متمایل به یک سو و در دو طبقه ساخته شده. کلیه سطوح ایوانها، هشتی مرکزی، اتاقها و راهروها با روشهای مختلف و سبکهای متنوع تزئین شده است و مجموعه ای از هنرهای تزئینی آن دوره در ساختمان آن به کار رفته است و کاربرد اصلی آن محل اقامت شاهزادگان حرمسرای شاهی در زمان شاه سلیمان بوده است. بخش مرکزی عمارت یا کاخ به صورت چهار صفه ساخته شده و ایوان آن رو به شمال است. سقفی که بر فراز این بنای چهار صفه استوار است، پوشیده از مقرنس‌های گچی خوشرنگ و خوشتر است. ایوان شمالی یعنی روی بنا از دیگر ایوانها وسیع‌تر و بلندتر و مزین‌تر است. این ایوان بسیار زیبا با حوض معروف مروارید، سقف مسطح مزین به تزئینات چوبی با سرستون‌های مقرنس و دیوارهای نماسازی شده با اشکال و تناسبات پخته خاص صفوی که در سمت سایه بنا نیز واقع شده، بیشک دلپذیرترین تماشاگاه گلشن در بهار و تابستان بوده است. Thank you.
ایوان جنوبی که در پشت بنا قرار دارد و به قسمت کوچک گلشن در جنوب کوشک نظر می کند، از دیگر ایوانها کوچکتر است. ارتباط این ایوان با فضای محدودتر و تاق آن برخلاف ایوانهای دیگر مدور و دارای مقرنس است. اتاق‌های طبقه اول در چهار گوشه عمارت تزئیناتی از گچبری و نقاشی دارند. در طبقه دوم عمارت نیز مجموعه رواق‌ها و اتاق‌ها و طاق‌ها و پنجره‌ها بر زیبایی آن می‌افزاید. تزئینات عمارت در دوران صفویه به شدت با شکوه و هنرمندانه بوده است. متاسفانه امروزه از نرده‌های چوبی زرنگار و قاب‌ها و جام‌های بلور و تزئینات شیشه‌ای رنگارنگ ظریف اثری به جا نمانده است، چرا که در دوره‌های بعد از صفویه و به خصوص در عصر قاجاریه تغییرات بسیاری در آن داده شده است و این بیشتر در اواخر دوران قاجار بوده که عمارت هشت بهشت به مالکیت خصوصی اشخاص درآمد و از زیورهای نفیس و گرانبهای دوره صفویه عاری گردید. در کنار تمام تزئینات از دست رفته داخل عمارت، دیگر از درختان چنار تناور و گلهای یاس سفید و سرخ که در حاشیه خیابان‌های آن رویده بودند و همچنین از آب نماها و جوی‌های آب روان اثری به جا نمانده است. آندره گودار، باستانشناس معروف که سالها باستانشناسی ایران را اداره کرده، در توصیف عمارت گلشن هشت بهشت چنین میگوید: کاخ هشت بهشت با تالاری که از هر سو باز است و با چهار عمارت کلاه فرنگی در چهار گوشه، خود هنوز هم ترکیب اصلی و مختصری از لطف و ملاحت روزگاران گذشته را حفظ کرده است. امروزه از مجموع 75 جریب مساحت گلشن هشت بهشت تنها بخش کوچکی به جا مانده
که اکنون تبدیل به یک پارک شهری شده است. آنچه در این عمارت حائز اهمیت است، ارتباطی است که میان فضاها و قسمت‌های مختلف آن پدید آمده است. این ارتباط باعث شده تا عمارت گلشن ایرانی هشت بهشت اصفهان در عین تنوع و گوناگونی و تعدد فضا از وحدت و یکپارچگی برخوردار شود.